آقای اشرف غنی، دکتر اشرف غنی بوده، 4,485,888 جناب دکتر صاحب عبدالله بوده، 3,461,339 که به تعداد 356.44 و 43.56 اعلام نتایج مقدماتی، شکستن بنبست سیاسی یا آغاز فاز جدید تنش‌های سیاسی، اگه او قسمی باشه، کم باشه، زیاد باشه، ابتدایی، هر نامی که برش بانیم شامل اوراق رأی تخلفی است و اون مورد قبول ما نیست و نخواهد بود. رای ما پاک است، از هر رای دفاع می کنیم و سر هر رای خود اسباب است. با مجموعه خبری ساعت 10 با من یماسیاوش خوش آمدید. سرانجام کمیسیون انتخابات نتایج مقدماتی را اعلام کرد. با اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی با بدست آوردن 56.44% آرا پیشتاز نتایج نخستین انتخابات اعلام شد. دکتر عبدالله عبدالله در این دور 43.56% رای را به دست آورده است. رئیس کمیسیون انتخابات میگوید که اعلام نتایج نخستین دور دوم هیچگاهی به مفهوم پیروزی نامزدان نیست و از هواداران هر دو نامزد خواست تا آرامششان را نگه دارند. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که بیش از 8 میلیون رای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کار برده شده است. بر بنیاد نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی با 56.44% نخست و عبدالله عبدالله با 43.56% کل آرا در جایگاه دوم استاد. تعداد آرای آقای اشرف غنی، دکتر اشرف غنی بوده، 4,485,888 جناب دکتر صاحب عبدالله بوده، 3,461,339 که به تعداد 356.44 و 43.56% میشه. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اعلام این نتایج به هیچ گونه اعلام پیروز دور دوم انتخابات نیست. می خواهم تاکید نمایم که اعلان نتایج ابتدایی به هیچ وجه به مفهوم اعلان برنده انتخابات نیست. بازم تکرار میکنم، اعلان نتایج ابتدایی به هیچ وجه به مفهوم اعلان برنده انتخابات نیست. احتمال تغییر در نتایج بعد از رسیدگی به همه شکایات و اعتراضات و تفتیش ها می تواند متصور باشد. از کاندیدان محترم و هوادارانشان تقاضا می نمایم تا آرامش و احساساتشان را حفظ نموده و الا اعلان نتایج نهایی از حوصله مندی کامل کار بگیرند. در همین حال آقای نورستانی میگوید که گفتگوها میان ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد، نمایندگی سازمان ملل متحد، معاونان رئیس جمهور و دیگر نهادهای ملی و جهانی برای پیدا کردن راه حلی برای جداسازی آرای پاک از آرای تقلبی ادامه دارند و تاکنون این دو نامزد به توافقات نیز دست یافتند. از جمله 10 معیار که از طرف جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله پیشنهاد شده بود، 4 از او از طرف ستاد انتخاباتی دکتر صاحب احمدزی قبول شده که او تقریبا در مجموع بالاتر از 7,000 محل رایدهی را تشکیل میده که باید اینا تفتیش شوند، چون حال کار بررسی ما به پایان میرسه، چون امروز نتیجه ابتدایی اعلان میشه. مسئولیت تفتیش و دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی از این لحظه آغاز میشه. سرانجام پس از انتظارها نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، اما دیده شود که نامزدان ریاست جمهوری در پی اعلام این نتایج چه واکنش هایی دارند و نیز دیده شود که آیا این نامزدان نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را میپذیرند یا خیر، و نیز دیده شود که موضع‌گیری بعدی نامزدان ریاست جمهوری در قبال اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چی خواهند بود. راتب نوری، تولو نیوز.
وظیفه فرمانده پلیس کابل به حالت تعلیق درآمد. یک منبع امنیتی که خواست نامش گرفته نشود به طول نیوز میگوید که وظیفه ژنرال ظاهر فرمانده پلیس کابل به دلیل تشدید ناامنی های اخیر در شهر به حالت تعلیق درآمده است. اما رأی نامزدان در ولایت ها چگونه است؟ اشرف غنی احمدزی در کابل 454,296 رای به دست آورده است که 51.80% آرا می شود. عبدالله در کابل 422,269 رای به دست آورده است که 48.17% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در کاپیسا 10,756 رای به دست آورده که 12.64% آرا می شود. عبدالله در کاپیسا 74,364 رای به دست آورده که 87.36% آرا می شود. به همین ترتیب اشرف غنی احمدزی در پروان 20,044 رای به دست آورده که 13.88% آرا می شود. عبدالله نیز در ولایت پروان 124,287 رای به دست آورده که 86.11% آرا را تشکیل می دهد. در ولایت وردک اشرف غنی احمدزی 186,382 رای به دست آورده که 79.0% آرا می شود. عبدالله در ولایت وردک 49,281 رای به دست آورده که 20.91% آرا می شود. از میان آرای ولایت لوگر اشرف غنی احمدزی 86,567 رای به دست آورده که 90.85% آرا را شکل می دهد. عبدالله نیز در ولایت لوگر 8,722 رای به دست آورده که 9.15% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در ولایت غزنی نیز 129,146 رای به دست آورده که 41.53% آرای این ولایت را شکل می دهد. عبدالله در ولایت غزنی 181,791 رای به دست آورده که 58.47% آرا می شود. در ولایت پکتیکا اشرف غنی احمدزی 357,173 رای به دست آورده که 88.29% آرا می شود. عبدالله هم 47,389 رای در ولایت پکتیکا به دست آورده که 11.71% آرا را شکل می دهد. اشرف غنی احمدزی در پکتیا 307,445 رای به دست آورده که 91.94% آرا می شود. عبدالله نیز در ولایت پکتیا 26,960 رای به دست آورده که 8.06% آرا می شود. در ولایت خوست اشرف غنی احمدزی 388,532 رای به دست آورده که 97.00% آرا می شود. آقای عبدالله در ولایت خوست 11,628 رای به دست آورده که 2.91% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در ولایت ننگرهار 318,348 رای به دست آورده که 77.97% آرا را شکل می دهد. عبدالله نیز در ولایت ننگرهار 91,738 رای به دست آورده که 22.37% آرا می شود. به همین ترتیب اشرف غنی احمدزی در ولایت کنر 186,697 رای به دست آورده که 87.97% آرا می شود. عبدالله در کنر 25,521 رای به دست آورده که 12.03% آرا می شود. آقای احمدزی در ولایت لغمان 112,556 رای به دست آورده که 85.79% آرا می شود. آقای عبدالله نیز در ولایت لغمان 16,986 رای به دست آورده که 14.21% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در نورستان 23,722 رای به دست آورده که 29.32% آرا می شود. عبدالله هم در ولایت نورستان 57,193 رای به دست آورده که 70.68% آرا می شود. در ولایت بدخشان نیز اشرف غنی احمدزی 64,578 رای به دست آورده که 20.68% آرا می شود. عبدالله در ولایت بدخشان 247,637 رای به دست آورده که 79.32%
آرا را شکل می‌دهد. آقای احمدزاده در ولایت تخار 146648 رای به دست آورده که 47.79% آرا را شکل می‌دهد. آقای عبدالله هم در ولایت تخار 108218 رای به دست آورده که 52.21% آرا می‌شود. اشرف غنی احمدزاده در ولایت بغلان 172317 رای به دست آورده که 44.81% آرا می شود. به همین ترتیب آقای عبدالله در ولایت بغلان 212223 رای به دست آورده که 50.19% آرا را تشکیل می دهد. اشرف غنی احمدزاده در کندز 110742 رای به دست آورده که 57.64% آرا می شود. آقای عبدالله در ولایت کندز 81375 رای به دست آورده که 42.36% آرا می شود. در ولایت سمنگان آقای احمدزی 51962 رای به دست آورده که 36.83% می شود. به همین ترتیب آقای عبدالله در سمنگان 89141 رای به دست آورده که 63.17% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در ولایت بلخ 131259 رای به دست آورده که 36.89% آرا می شود. عبدالله هم در ولایت بلخ 224506 رای به دست آورده که 63.11% آرا می شود. آقای احمدزی در جوزجان 104957 رای به دست آورده که 80.65% آرا را شکل می دهد. آقای عبدالله نیز در ولایت جوزجان 25179 رای به دست آورده که 19.35% آرا می شود. در ولایت سرپل اشرف غنی احمدزی 70830 رای به دست آورده که 53.28% آرا می شود. عبدالله در ولایت سرپل 62117 رای به دست آورده که 46.72% آرا را شکل می دهد. اشرف غنی احمدزی در ولایت فاریاب 217895 رای به دست آورده است که 65.80% کل آرای فاریاب می شود. و آرای عبدالله در این ولایت به 113228 رای می رسد که 34.20% کل آرای این ولایت را تشکیل می دهد. عبدالله در ولایت بادغیز 88650 رای که 65.50% آرای این ولایت را شکل می دهد به دست آورده است. و آرای اشرف غنی احمدزی در این ولایت به 46702 رای می رسد که 34.50% کل آرای این ولایت است. عبدالله در هرات 325843 رای گرفته است که 63.65% آرای این ولایت است. و اشرف غنی احمدزی 186118 رای به دست آورده است که 36.35% آرای این ولایت را شکل می دهد. اشرف غنی احمدزی در فرا 35252 رای به دست آورده است که 46.76% آرا می شود. عبدالله در ولایت فرا 40133 رای به دست آورده است که 53.24% آرا می شود. در ولایت نیمروز آقای احمدزی 20668 رای به دست آورده که 65.33% آرا می شود. آقای عبدالله هم در ولایت نیمروز 10970 رای به دست آورده است که 34.67% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در ولایت هلمند 40943 رای به دست آورده است که 69.36% آرا می شود. عبدالله در هلمند 18083 رای به دست آورده است که 30.64% آرا می شود. در ولایت کندهار آقای احمدزی 268946 رای به دست آورده است که 84.01% آرا می شود. آقای عبدالله هم در کندهار 51186 رای به دست آورده است که 15.99% آرا می شود. اشرف غنی احمدزی در ولایت زابل 55408 رای به دست آورده است که 92.57% آرا را شکل می دهد. عبدالله در زابل 4446 رای به دست آورده که 7.43% آرا می شود. به همین ترتیب آقای احمدزی در اروزگان 13922 رای به دست آورده است که 67.48% آرا می شود. آقای عبدالله هم در اروزگان 6709 رای به دست آورده است که 32.52% آرا می شود. در ولایت غور آقای احمدزی 90491 رای به دست آورده است که 27.52% آرا می شود. آقای عبدالله هم در ولایت غور
238,303 رای به دست آورده است که 72.48% آرا می شود. در ولایت بامیان آقای احمدزی 40,758 رای به دست آورده است که 24.36% آرا است. آقای عبدالله در بامیان 126,570 رای به دست آورده است که 75.64% آرا می شود. آقای اشرف غنی احمدزی در ولایت پنجشیر 4,085 رای به دست آورده است که 6.35% آرا می شود. آقای عبدالله در پنجشیر 60,214 رای به دست آورده است که 93.65% آرا می شود. به همین ترتیب اشرف غنی احمدزی در ولایت دایکندی 39,743 رای به دست آورده است که 22.51% آرا می شود. و سرانجام عبدالله 136,779 رای در ولایت دایکندی به دست آورده است که 77.49% آرا می شود. خب دسته انتخاباتی عبدالله تا هنگامی که خواستهایش پذیرفته نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. محمد محقق معاون دوم عبدالله می گوید که کمیسیون های انتخاباتی نزد آنان اعتباری ندارند و تا زمانی که آرای 11,000 صندوقی که توافق شده قرنطینه و بررسی نشوند آنان نتیجه را نخواهند پذیرفت. در همین حال این عضو برجسته دسته انتخاباتی آقای عبدالله گماشته شدن ستار سعادت را به حیث رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی یک اشتباه بزرگ میخواند. دسته انتخاباتی عبدالله نتایج انتخابات را نمیپذیرد. معاون دوم عبدالله در گفتگوی با طول نیوز تاکید می‌ورزد تا هنگامی که خواستای این دسته انتخاباتی پذیرفته نشوند و آرای پاک از آرای ناپاک جدا نگردد آنان این نتایج را نمی‌پذیرند. ما به مردم افغانستان میگیم که ما اینمی اگر شرایط ما قبول نشود و کمیسیون‌های تعیین شده و نتیجه نرسند و شرایط ما را برای پاک شدن آرا از جدا شدن آرا یا پاک از ناپاک اینا قبول نشوه ما این وقت گفتم میتونیم به مردم افغانستان که ما این نتیجه را قبول نداریم. پیامدش که چی میشه او بستگی به حوادث داره و مسئولیتش هم به دوش حکومت است و دوش کمیسیون تقلب کار است به دوش تیم تقلب کار. در حالی که پس از اعلام نتایج نخستین انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات سرنوشت انتخابات را کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی رقم خواهد زد، معاون دوم عبدالله گماشته شدن عبدالستار سعادت را به حیث رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی یک اشتباه بزرگ رئیس جمهور کرزی می‌داند. از اساس تعیین کردن آقای سعادت به رئیس کمیسیون شکایات اشتباه است. یک اشتباه یک ظلم بسیار فاحش است و جناب کرزی نباید عناصر را بیاره که او وحدت ملی را تکه و پارچه کنه. ما با حاجی محمد محقق مشکل نداشتیم، قبلا یکی دیگه خدا نمیشناختیم، هم یکی چرا ای آرزو را داشته که بده بودیم. طبعا به افغانستان خوشبختانه به آرزوی افراد و اشخاص حالی چیز صورت نمیگیره و کمیسیون شکایت انتخاباتی با استقبالات کامل در این مورد تصمیم گرفت. ما در یک فضای دموکراتیک خود را کاندید کردیم و رای اعضای کمیسیون را گرفتیم و طبعا که اونا افرادی بودن که به میل اشخاص افراد رای بر ما ندادن. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که نتایج انتخابات هنگامی باید اعلام شود که روند به حالت عادی برگردد. به باور این نهاد ارگاه اعلام نتایج انتخابات جنجال برانگیز شود این کار پیامدهای ناگواری خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که نشر نتایج ابتدایی اعلان نتایج ابتدایی سبب جنجال ها نشه. مردم افغانستان به آرامش نیاز دارند. اگر جنجال ایجاد میشه در اون صورت طبیعی است که نتایج بسیار زیاد ناگوار برای افغانستان، برای مردم افغانستان و برای آینده افغانستان خواهد داشت. در همین حال گزارش های وجود دارند که اعضای پرنفوذ دسته انتخاباتی عبدالله در دیدارهایشان گفتند تا هنگامی که آرای پاک از آرای ناپاک جدا نشوند آنان نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت و شماری از اعضای این دسته انتخاباتی در صفحه های اجتماعی هوادارانشان را به مبارزه مدنی و قانونی در برابر تقلب فرا خواندند. با این هم دیده شود که اعلام نتایج نخستین چه واکنش هایی را به بار خواهد آورد. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
اشرف غنی دکتر اشرف غنی بوده 4,485,888 از جناب دکتر صاحب عبدالله بوده 3,461,339 که به تعداد 356.44 و 43.56% باز هم خوش آمدید. و اما دید مردم نسبت به اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات متفاوت است. شماری از شهروندان کشور امیدوارند که اعلام این نتایج سرآغاز برون رفت از سردرگمی ها و انتظارها باشد. اما شمار دیگری از شهروندان میگویند هنگامی از نتایج انتخابات خرسند خواهند بود که آرای سیاه از آرای سپید جدا شوند. با زمان گیر شدن روند انتخابات گفته می شود که چرخ زندگی بیشتر شهروندان کشور با کندی گراییده است. اکنون که نتیجه ابتدایی انتخابات اعلام شد، شهروندان کشور درباره این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات چنین دیدگاهی دارند. نتایج ابتدایی انتخابات میتونه در تحولات سیاسی افغانستان مفید باشه، اما باید به خواستهای مردم رسیدگی شد. این شهروندان امیدوارند تا پس از این از سردرگمی های پس از انتخابات جدا شوند. رأی واقعی که مردم داده اون رأی شمار شود، هر کس در حقش قناعت کند. مردم میگویند که آنان با پذیرفتن خطرهای زیاد رأی دادند. اکنون باید با رأیشان همچون یک امانت برخورد شود. که څوک شکایت لري هغه د شکایتونو کمیسیون موجود ده، د قانوني مجري لاري دوی کولای شي چې پروسه تعقیب کړي. با اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات، شمارش معکوس برای اعلام نتیجه نهایی انتخابات آغاز شده است. بسیاری شهروندان کشور رسیدن به چنین مرحله ای را دستاورد بزرگی برای کشور می دانند. تقلب تام می فهمیم، ما می فهمیم کمیسیون همون چیزی مرجع بیادر قانونیش از خودش می فهمه که این اینجا تقلب است، تقلب علایده کنن. بالاخره کمیسیون ها تانستن که نتایج اعلان بکنند و یک پیروزی کلان از بر تمام ملت افغانستان. نتایج ابتدایی انتخابات با چند روز تاخیر اعلام شد. اکنون شهروندان کشور تاکید می‌ورزند که باید تا قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات و تمامی نگرانی‌ها مبنی بر موجودیت آرای سیاه در کنار آرای سفید پاسخ داده شود. سید طارق مجلی، تولو نیوز. سپاسگزارم از همراهیتان. شب بر همه شما خوش. آقای اشرف غنی، دکتر اشرف غنی بوده 4,485,888 از جناب دکتر صاحب عبدالله بوده 3,461,339 که به تعداد 356.44 و 43.56% اعلام نتایج مقدماتی، شکستن بنبست سیاسی یا آغاز فاز جدید تنش‌های سیاسی. اگه او قسمی باشه، کم باشه، زیاد باشه، ابتدایی، هر نامی که برش بانیم شامل اوراق رأی تخلفی است و او مورد قبول ما نیست و نخواهد. رأی ما پاک است، از هر رأی دفاع می‌کنیم و سر هر رأی خود استقامت داریم.